سرازیر شدن سیلاب در ولایت تخار زیانهای هنگفت مالی و جانی را برای باشندگان این ولایت وارد کرده است. سلام شنونده ها و بیننده های عزیز تلویزیون ملی و علاقمندان برنامه میهن من مهدی قلای آتش. در این برنامه سرازیر شدن سیلاب و وضعیت سیلاب زدگان این ولایت را به تصویر میکشیم. تا پایان این برنامه همراهی من کنید. تخار و سیل‌های ویرانگر همزمان با افزایش طوفان و بارندگی‌های شدید در شمال و شمال شرق کشور، تخار نیز شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب مدهش بود. این سیل‌های ویرانگر در شماری از ولسوالی‌های دور نزدیک آن هزاران تن را متضرر و ده‌ها تن را به ماتم کشانید. ولسوالی های اشکمش، چال، نمکاب، فرخار، بنگی، کلفگان و طالقان مرکز تخار در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های مرگبار سخت آسیب دیده است. اینجا ولسوالی چال ولایت تخار است. در این ولسوالی سیلاب جان 12 تن را گرفته و 20 تن را زخمی کرده است. در کنار تلفات جانی به شمول مرکز چال، باشنده های قریه ماندره، پنبک، اسپنج و ماندگار در سیلاب های اخیر همه دار و ندارشان را از دست دادند. آسیب دیدگان می گویند سیلاب اخیر بی پیشینه و بسیار ویرانگر بود و هیچگاه چنین سیلاب را تجربه نکرده بودند. سیلابی که دیروز در سرازیر شده در مجموعه تقریبا 30 خانه تخریب شده. خودتان هم در ساحه را دیده سین، فیلم برداری کسین و مکتب ما تخریب شده. خودتان دیدین به چشم سرتان بالا بند برق ما، برق ما خراب شده. آبی آشامیدنی داشتیم او تخریب شده. نگاه باغه های زیاف فراوان در این قریه شاید که در 40-50 باغ برسه، تا سربند و تا باغیات درخت ها چقدر تخریب شده، همگی در این منطقه تخریب شده گیست. سیلاب سرازیر شده، مردم متضرر شده، مواشی مردم ما گیده در می داشتا بوده، اوار هم تلف شده گیست. تخریبات در اصول چال خیلی زیاد است. تقریبا در خطان هم دیدین از بعض منطقه دیدار کن، برقا را زیاد خراب کرده، سرقا را زیاد خراب کرده. دیگه این پل که با اشکمش وصل است، یک قیره های که طرف چی میشه، این پل هم تخریب کرده. دیگه خطان میبینین که چقدر خراب شده. بدن دیگه پولای دیگه هم دیگه منطقه است، او پولا هم خراب کرده است. اما کوشش شوه که این پول دیگه ترمیم شوه تا رفت آمد دیگه باز شوه. به گفته سیلاب زدگان در قریه بازارک این ولسوالی سیلاب صدها منزل مسکونی، 4000 جریب زمین زراعتی، باغ‌های مسمر را تخریب و بیش از 200 رسم مواشی و 10 اراده وسایل نقلیه را تومه خود کرده است. اول از بالا مکتب با شمول 10 تا سربند آب زیر به امروی دو تا اولی که یک جریب زمین حذف شده، به امروی 12 اولی دیگه، به امروی با شمول اول گفته تا باخر 15 تا، شاید که 30 تا 32 تا باغ باشه کلگی یا آسیب زده. سیل برده دو تا زخمی رو خودم کشتم، خودم رو سیل گرفته. بودم ده 3 تا دکانی ما هم که قاری شمترمان اسلام الدین محمد الله اینا سیل برده دادم روی ما کلگی ما به یک وحشت سر ما قدر آمده شده نتونستیم ما خانه برایم و اشتک ما میدان بکشیم. تمام که قرطاسیه که در مکتب وجود داشت، تمام میزش است، چوکیش است، تعمیر مکتب است و تشنابش است، احاطه مکتب است، همگی همین احاطه مکتب، چیزی که اسبابی که در این مکتب وجود داشت همگی شد تلف شده و تخریب کرده و برده. تمام مکتب سیل مکمل تا چه تپر است. دیگه 4 دانه موتورسیکل دمی داخل وجود داشت از معلمین و از قومی، اینا را هم تخریب کرده برده. هیچ چیز به ما آبادی نمونده. دیگه بند مکتبه ساهای اتاقا باغا همی که تمام همی احاطه همی قریه لین برق تمامش از آبی آشامیدنی کلگش برده گیست. هیچ چیز به ما زندگی نمونده. به گفته مسئولان محلی در کنار زیانهای مالی برای مردم، تأسیسات و زیربناهای زیادی را از قبیل پلهای مواصلاتی،
مکاتب، مساجد، بندهای برق آبی، سربند و کانال آب و همچنان 2000 متر دیوارهای استنادی را کاملا و یا قسمت تخریب کرده است. ولسوال چال تخار میگوید به اثر تخریب پلهای مواصلاتی، راه‌های رفت آمد مردم از شماری قریه‌ها به مرکز این ولسوالی مسدود گردیده، اما تلاش‌های آنان در هماهنگی سایر نهادها برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی ساحات سیلاب زده جریان دارد. خانه‌ها چپه شدند، برای مشکل مردم زیاد آسیب زیاد رسیدگی هستند، در پول و همه چیز سرکا برای مردم بند است. ما تلاش کرده هستیم که انشالله برای مردم ولسوالی چال سرکا را باز کنیم. من کمک های اولیه را جلسه گرفتم، سرمیاش و حوادیس و با دیگه سیتاما و همه ما الحمدلله تیم سیار ما در ولسوالی دمی قریه هایی که زیاد آسیب رسیده بود در قریه ها رفتن. انشالله تلاش خدا کرده هستیم. اشکمش تخار در کنار چال اشکمش ولسوالی است که با شماری از ولسوالی های ولایت بغلان هم مرز است و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 13 تن شهید و زخمی شده اند. به گفته باشندگان محل، سیلاب های وحشتناک صدها منزل مسکونی را در قریه های شرشر، بوستان، چشمه مایان، شیره، چغت، کتقرق، نوابات کلان و ترسک تخریب و در میان این قریه ها قریه بوستان به گونه کامل تومه سیلاب شده است. نه کور پاته دی چاته، نه مال پاته دی چاته. امزی که مطول طول بینه چه طول زراد طول ملک وله دی. پا گوره تا ازیر تاسی بینه استی. او داغا سیل چه راقل دی دا تخریپاته چه کلی کورونه وڑی دی، واغونه وڑی دی، مالونه دخل گوڑی دی. تلفات کړي د ټول مسلمانانو چا ځان استلای دی، څوک زخمی دی، څوک وتلای دی. او ځکه امرات خو وړي مسلمانانو باغونه وړي دي، کورونه وړي دي، تعداد نه دی معلوم چې څونه زخمیان لرو، څونه شهیدان لرو. یک سیل بسیار خطرناک بود، تمام ساحه را، یعنی منطقه را که میبینین چشم دیدتون است دیگه لغت کرده، تماما کشت زراعت مردم برده، هیچ چیزی مردم دیگه در امان نمانده، حتی زراعت هاشون هیچ چیز از دسترسشان نمانده، کلگش تخریب شده و در ضمن از زراعت هاشون از دست دادن که این راه های مواصلاتی ما کاملا قطع است. شماری از سیلاب زدگان در ولسوالی اشکمش تخار میگویند سرازیر شدن سیلاب در کنار تلفات جانی با آنان سخت زیان های مالی رسانده است و هم اکنون آنان بدون سرپناه و در فضای باز زندگی می کنند. به گفته آنان در برخی از قریجات این ولسوالی به دلیل تخریب سرک و پلهای مواصلاتی رفت آمد مردم به اکثریت قریه ها ممکن نیست و تنها از طریق هوا می توان با آنان کمک و رسیدگی نمود. کلش دزیر لایق است. هم تو کلش ماندگی است. هم کم تو کشتی هستم کلام جوی چی بار آمده دیش ماندگی هم ماندگی است. دیگر نکشیدی هم تو ماندگی است. خواست من مردم بیاد یا کمک کنه همجا ما مردم را از اینجا بکشم دیگر. کورون مطول تخریب سیده و هیچ چینده دی پاتا. نمور اسلامی امارات نوخشته نداره چی مور شهزادگان سر طول سر همکاری و که کمک و که تو واسه هیچ چمور سر کمک نده کرده. از سوی دیگر شماری از آسیب دیدگان در قریه نوابات کلان اشکمش میگویند به دلیل تخریب کانال های آب و نبود آب آشامیدنی صحی و همچنان نبود خدمات صحی در این ساحه، شمار زیادی از کودکان و محاسن سفیدان به بیماری های مزمن مخصوصا اسهالات روبرو شدند. قیه برکه یعنی سیل سرازیر شد، تقریبا 5-6 هزار جروب زمین ما مردم تخریب کرده گستند. هر ملتی که یعنی شما اینه میبینین که یک جروب دو جروب زمین داره، او هم همطور تخریب شده. کچالو، پیاز و گندم و باغ و تمام زندگی از بین رفته گیسته. حکومت با ما مردم همکاری کنه، کمک کنه که آینده با از مشکلات ما مردم اینا بخبر شوه. ما بررسی بکنه. امیر بیایا و از ما مردم دیگه یکان کمک و همکاری از اینا ما مردم مستفید شویم. دا منطقه رو را مرس کرده خراب سیده. د زراعتیم ځکه ټول اویلی زندگی موږ سره هیچا کومک مومک هم نه دی کړی، نه اوبه لرو، نه غذا لرو، نه تت پرشونه لرو، نه بله خوا لرو، هیڅ شی مو نسته پاته آباد ګرد دبی نه تللي دي. مقامات دغسې نه کېږي بس برادر، هیچا موږ سره نه مرسته کړې، نه کومک را سره کړی، نه برادر څه کومک راغلی، نه هیڅ شی نه دی راته راغلی. مردم ما کې یا آسیب دیدن متضرر شدن
اکثرش زمینای زراعتی تخریب شدن و فصل مردم مکمل دیگه از بین رفته او خانه مسکونی مردم هم تخریب شده که باید در این ساحه از طرف مقامات بالا او حیات به ساحه بررسی شود تا که مردم ما متضرر شدن دیگه به رضا کمک شوند. او دیگه بعضی ساحات ما داریم که او ساحه حتی مثل که پیشتر داشت نشان کردیم در او ساحه فعلا ما مروزم رفته بودیم ساحه را دیدیم که مکمل خانه ششتن و ظرف و دیگه همی مواشی مردم چیزی که هستن مکمل هموار هستن. افزون بر اشکمش، فرخار تخار نیز از این سیلاب مسئول نمانده است. اینجا دره مشتان ولسوالی فرخار تخار است. به گفته باشندگان محل، سیلاب شدید نیز در این دره در کنار اینکه جان 3 تن را گرفته و 8 تن را زخمی کرده است. صدها منزل مسکونی و ده‌ها قطع باغ مردم را نیز تخریب و به سنگلاخ مبدل کرده است. و همچنان صدها رسم مواشی در این دره تومه سیلاب شدند. خدا یکی جمپر تنه داشتم بپوشم خدا یکی همین امشب که شب میشم من دشت در جای بچه کاکم و همسیه هم برم بشه یک شب روم به خدا قسم اگر خاشق خردهین چیزی داشتم که اگر مواد بخرم خدا یکی مثلا خانه اگرم دوتا خانه ششتن داشتم دوله داشت معلومه دیگر دگان 8 تن نو تعداد چیز بود 10 تا دیگر تا اغل پغل واشخانه و تا دوزیر خانه و تمام اگرم 10 تا بودیم برده سیل سرازیر شده از کو دیگه اینا باعث خسارات خیلی زیاد شده یعنی تقریبا یک جوری باغ داشتیم اینجا تمامش دیگه بسنگ اکسون شده دیگه خراب شده یعنی اتاقا را که خودتون میبینید که دیگه اصلا قابل ترمیم هم نیست نشست هم نیست دیگه بخی از بین رفته دیگه دو جوری زمین ما سیل برده که دیگه او هم دیگه بخی تخریب شده خلاص است یه خیلی خسارات زیاد دیگه قابل ترمیم نیست دیگه که از بین بخی دیگه کاملا رفته یوانا دیگه ما امیدوار هستیم از دولت که چیزی که خودشون لازم میبینه برای ما کمک میکنه ما از دولت خوشمندیم که دست تمام همه نیازمندان را بگیره تا اینکه بتونن یک زندگی خوب دیگه بعد از این داشته باشن. در این حال شماری از آسیب دیدگان ناشی از سیلاب در حالی که از تخریب کانال های آب بند های برق پل‌های مواصلاتی و سرک‌های عامه ابراز نگرانی می‌کنند اما تأکید دارند سیلاب زدگان در این ولسوالی با آب، غذا و سرپناه اشد نیاز دارند و از حکومت و نهادهای کمک رسان می‌خواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. تمام زمین و خانه و چیزا که از دست دادیم خطون نزدیکم دیدن می‌کنین مشاهده می‌کنین می‌بینین که این قابل استفاده یا ایج نیست دیال ما مشکلات برای مواصلاتی داریم که رای ما باز شود مواد ما برسه مشکلات مال شد ما به یک جا خدا بکشیم به یک جا ما خدا انتقال بدیم از طریق دولت میشه از طریق هر مسلمانی که میشه خدا رای ما را بخدا ما بند موندیم فیلن را بند است آب نیست برق نیست آسیاب نیست پول نیست پول هم کنده پول هم میبینین دیگه مردم بسیار با مشکلات سخت مواجه سن بینن از حکومت ما خواهشمند هستیم از مؤسسات خیریه خواهشمندیم که به مشکلات مردم هر چه عاجل رسیدگی صورت گیرد 800 فامیل خانه مسکونی تخریب گردیده دیگر قابل استفاده نیست بعضی هاش قابل ترمیم است و بعضی هاش دوباره اعمار بگرده اما مواشی که تلف شده بیش از 4000 رأس مواشی از قبیل گاو و گوسپند و بز تلف شده و دیگر زمینای زراعتی و زمینای باغاتی که مسمر بودن بیش از 6000 جریب زمین از بین رفته. همزمان با فرخار باشندگان ولسوالی نمکاب تخار هم شاهد سیلاب‌های ویرانگر در این ولسوالی بودند. ولسوالی که در جنوب غرب شهر طالقان موقعیت دارد و باشندگان آن اکثریت شان زراعت پیشه و غریبکار هستند. به گفته باشندگان محل در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی 5 تن جان باختند و این سیلاب ها به مردم خسارات و زیان های هنگفت مالی رسانده است. یک طوفان آمد ای بالا بسیار طوفانی کرد یا 2 تا سیاسر یا چند تلفی گورگی دیگه چقدر مال و زندگی در این نمکه بسیار دراز است دیگه بسیار تلفات رسیده دیگه سرگ ما خراب شده دیگه دیگه گواسیات دو بندی برقی خراب شده دیگه
ما زندگی هم ندارم که دیگه ما زندگی بکنیم دیگه. بلکل دوازی مو مردم خراب است. حکومت فعلی آید تاخار آید آمده. یعنی آیتی که است که مردم ها چی حال داره چی گذران داره. بلکل ما امیدوار هستیم که خداوند حکومت فعلی که با ما مردم همکاری شد. کانال دریاچه نمکاب نمونه ای از تخریبات سیلاب ها در این ولسوالی است. به گفته مسئولان این کانال به هدف جداسازی آب شیرین از شور به طول 1200 متر و هزینه 232 میلیون افغانی از سوی وزارت انرژی و آب کشور ساخته شده بود، اما در نتیجه سرازیر شدن سیلاب اخیر کاملا تخریب شده است. کانال دریاچه نمکاب یکی از کانال‌های حیاتی در ولایت تخار بوده که کانالی که در از مسیر تاخچه‌خانه ولسوالی نمکاب جریان پیدا میکرد، از این کانال در حدود 8000 فامیل مستفید میشد از آب از او و 175 قریه و همچنان 11500 هکتار زمین را در این مسیر آبیاری میکرد. طول این کانالی که در این مسیر احداث شده بود از طریق وزارت محترم انرژی و آب، طول این کانال به 1200 متر میرسید و هزینه آن به 232 میلیون افغانی هزینه برمیداشت که از طرف وزارت محترم انرژی و آب این کانال در مسیر دریای نمکاب اصلاح مسیر صورت گرفت که متاسفانه با اثر سیلاب مدهشی که در اواخر به وقوع پیوست در ولایت تخار و خاصتا در ولسوالی های چال و نمکاب که هم میهنان ما را متضرر ساخت و یک سیل بی سابقه بود که در یک قرن اخیر ایران نظیرش مردم محل در ولایت تخار ایران نظیرش در یک قرن اخیر ندیده بودند و این باعث شد که 80% این کانال تخریب شود و دوباره آب کانال کمافی سابق به شوری بدل شود. اینجا یک پول پخته موقعیت داره که این پول تقریبا از 50 سال به بالا قدامت تاریخی داره. این پول در موقعیت قرار داره که از این پول تقریبا 39 شورا انکشافی و 43 قریه از اهالی ولسوالی نمکاب که از اینجا تا آخرین قریه ما را به نام دهن کور میگه که تقریبا 50 کیلومتر فاصله داره، مردم از اینجا رفت آمد میکنن. از اثر طوفانی که در جمعه گذشته ساعت 4 الی 5 بعد از پیشین رخ داده، دیگه دو طرف تکمات پول تخریب شده و اگر در این توجه نشوه، اگر خدا نخواسته این پول دیگه از بین بروه، تخریب شوه، رفت آمد تمام اهالی ولسوالی نمکاب از اینجا قطع میشه. حتی ای که ما مریضای خود باز نمیتونیم که در شفاخانه مرکزی که ولادت و مریضای عاجل است انتقال بدیم، تمام راه ما قطع میشه و توقع ما از بزرگای امارات اسلامی افغانستان جناب والی صاحب و سایر مسئولینی که در مقام بالا قرار دارند، خواهش ما همیست که از طریق برنامه حکومتی و یا مؤسسات همکار به زودترین وقت باید این پول تحکیمات شود تا اینکه پول قطع نشود و رفت آمد اهالی ولسوالی نمکاب از اینجا قطع نباشه و مردم بتوانند که به سهولت از اینجا رفت آمد بکنند. افزون بر این، سیلاب در نمکاب ده ها منزل مسکونی، بندهای برق، آسیاب های آبی، دیوارهای استنادی، پل ها و راه های مواصلاتی بیش از 30 قریه را کاملا تخریب کرده و به مردم خسارات هنگفت مالی را وارد نموده است. سرکای ما ای بین رفتن، نه به ما برق مانده، نه به ما هیچ زندگی زمین زیادی مال، هیچ زندگی به ما نمانده. ما ای امارت اسلامی امید داریم که دیگه پس سرکای ما را به دستور قدیم کنه، ما در این وطن خاره یک گذران کنیم. در مجموع در سطح سه قریه نمکاب تقریبا به صدها جریب زمین زراعتی مردم و باغیات مردم تخریب شده. همین موقعی که ما شما هستیم همین حالی مشاهده میکنیم، تقریبا 8 جریب یا 10 جریب زمین زراعتی باغ تخریب شده. دغه نمکاو که سیلون راغلی و دی پینزونه شروسی و قریبا یو سکم یعنی 50 دقیقه دی باران دلته دوام کرده و په دغه دوام سره دغه نمکاو
ډیره ساحه سره خراب کړي. بل عموم بیا په دا عموم کې هغه کته پول چې یو دا په منګو تاسې هلته سره درېدلي وو هغه پول هم تاسو ساتې براسي وکوله، هغه پول هم سره خراب کړ. په همداسې راتلو په دغه سرکو عمومي سرکو کې ډېر خرابې وولیدلې، تاسو په خپلو هغه باندې په خپلو سترګو باندې شاید د صحنې وي. همداسې بالعموم بیا راغلو دغه ارشخ ته، د ارشخ په خوا کې چې د استنادي دیوالونه وو دا یې ټول له بینه وړي وو. با این همه مسئولان در تخار میگویند پس از وقوع رویدادهای طبیعی و سرازی شدن سیلاب در شماری از ولسوالی‌های ولایت تخار، یک کمیسیون مشترک از نهادهای حکومتی، مؤسسات و نهادهای خیریه ایجاد و به خاطر تکفین و تدفین شهدای سیلاب، عرضه خدمات صحی مجروحین و نجات جان گیرماندگان دست به کار شدند. آنان تاکید دارند تا کنون برای شمار زیادی از سیلاب زدگان در 4 ولسوالی ولایت تخار مواد اولیه غذایی به خیمه توزیع شده است و نیز تیم های سروی حکومتی و مؤسسات کار سروی و شناسایی متضررین سیلاب اخیر را آغاز و به زودی آنان را تحت پوشش کمک های فوق العاده خیش قرار خواهند داد. تیم کمیته حالت اضطرار تشکیل شده که ریاست حوادث دوجا عضویت تیم داره که فعلا خود سرپرست وزیر صاحب حوادث با تیم متشکل که از چندین وزارت های محترم دیگر در بالون حضور دارند، به خاطر دلجویی و پاسخگویی و مردم ما اقدامات خود ایجاد کردیم. در چندین ولسوالی ما فعلا برادفتن یک خیمه برشان روان کنیم، سیاری خیمه بزنند تا اون مردم به دخل زندگی خود در زیر خیمه به سر برند تا اینکه اقدامات بعدی صورت بگیره. کمک های اولی طریق صحت عامه، بله طریق دفتر آقا خان و طرف ریاست محترم صحت عامه کمک های اولی هم صورت گرفته و ریاست مبارزه با حوادث خودش ما البسه و نگاه پای پوش چبلی خیمه کمپل امرشان همکاری کردیم، کمک کردیم. این ای کمک ما بسنده نیست، ای چیزش از اینا نمیشه. 1% درد زیرا را بگیم دوا نمیکنه، اما این نظام این امارات خود مسئول میدانه تا ای که بر ملت خود بر مردم خود برسد دستگیری بکنه. به گفته مسئولان محلی تخار، مشکلات و خواسته های سیلاب زدگان در 4 ولسوالی این ولایت فراتر از توان اداره محلی و نهادهای کمک کننده است و آنان از رهبری امارت اسلامی افغانستان و مؤسسات بین المللی میخواهند تا به نیازمندی های متضررین و سیلاب زدگان هرچی عاجل رسیدگی نموده و در امر کمک رسانی مردم تخار را فراموش نکنند. شنونده ها و بیننده های عزیز تلویزیون ملی و علاقمندان برنامه میهن من، این بود داشته های برنامه ما. تا برنامه های بعد شما را به الله بی نیاز می سپاریم. اوقاتان خوش. الله متعال نگهبانتون.